سلام مخاطبان عزیز، آموزش فصل ششم ریاضی 12 رشته علوم تجربی را آغاز میکنیم. شکل حاصل از دوران یک مستطیل حول طولش چه شکلی میشه؟ استوانه. این استوانه شعاش برابر هست با عرض اون مستطیلی که دوران دادیم. محور دوران بر طول این مستطیل منطبقه. اندازه طول مستطیل میشه اندازه ارتفاع این استوانه‌ای که ایجاد میشه. اگر بخوایم حجم استوانه رو به دست بیاریم، حجم استوانه میشه مساحت قاعده که دایره شکل هست PR2 ضرب در ارتفاع H. اگر یک پاره خط که عمود شده بر محور دوران بدیم، یه سطح دایره شکل ایجاد میشه. اگر یه مثلث قائم الزاویه رو حول یکی از اضلاع قائمش دوران بدیم، مخروط ایجاد میشه. اندازه اون ضلع قائمه ای که منطبق بر محور دوران میشه ارتفاع مخروط که اینجا آ هست. شعاع قاعده بی هست. حجم مخروط 1/3 مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. قاعده دایره شکل هست. مساحتش میشه PB2. ارتفاع هم آ هست. بنابراین حجم مخروط میشه 1/3 PB2 ضرب در آ. وقتی ما دوران میدیم یه محور دوران داریم. اینجا محور دوران ضلع قائمه آ هست. ضلعی که بر محور دوران منطبق هست ارتفاع یعنی آ. اگر یک دایره رو حول یکی از قطرهاش دوران بدیم، کره ایجاد میشه. اگه یه نیم دایره رم حول قطرش دوران بدیم، کره ایجاد میشه. اما اگه یه نیم دایره رو حول شعاع دوران بدیم، نیم کره ایجاد میشه. حجم نیم کره هم نصف کره است. یه بحث مهم در این فاز سطح مقطعه. سطح مقطع شکلی که از برخورد یک صفحه با یه جسم هندسی ایجاد میشه. یه هندونه رو اگه در نظر بگیریم، همونی که در بالا سمت چپ میبینیم، اگر برش طولی بدیم، سطح مقطع همون قسمتی که قرمز هست بیضی ایجاد میشه. اگر برش عمودی بدیم که در پایینش میبینیم سطح مقطع دایره است، ما میتونیم وقتی که برش طولی میدیم بیشترین سطح مقطعمون بیضیه. اگر موازی با این سطح مقطع برش های دیگه هم بدیم با سطح مقطع بیضی، اما سطحش کوچیکتره. اگر برش های عمودی هم بدیم سطح مقطع ها دایره است که اون وسطیه بزرگترین سطح مقطع دایره ای رو ایجاد کرده. پس سطح مقطع سطحیه که از برخورد یه صفحه با یه جسم هندسی ایجاد میشه. جسم هندسی همون حجم هندسی هست که اینجا هندوانه است.
اگر یه لوله رو در نظر بگیریم، همون شکلی که در وسط هست، سطح مقطعی که نشون داده شده دایره شکله، یا اون کیوی که نشون داده سطح مقطعش بیضیه، این مکعبه سطح مقطع اولی که نگاه میکنیم مثلثه، بعدی مستطیله، بعدی مربعه، یا این تنه های چوبی وقتی که یه صفحه مستطیل شکل اومده به صورت مورب مایل عبور کرده، بیضی ایجاد کرده، موازی با قاعده عبور کرده، دایره ایجاد کرده، و اون شکل سمت راست وقتی عمود بر قاعده صفحه عبور کرده مستطیل ایجاد شده که بزرگترین مستطیل هم مستطیلی هست که این صفحه شامل ارتفاع استوانه باشه. اگه یک کره رو در نظر بگیریم، صفحه‌ای بیاد از مرکزش عبور کنه، سطح مقطعی که ایجاد میکنه دایره است. هر صفحه دیگه هم عبور کنه از دایره، سطح مقطعش دایره است. اما بزرگترین سطح مقطع وقتی هستش که این صفحه از مرکز دایره عبور کنه. میتونیم بگیم اگر این صفحه شامل یکی از قطرهای کره هم باشه، یعنی شامل مرکزش هست، اون وقت بیشترین مساحت رو این سطح مقطع داره. مساحت این بیشترین سطح مقطع هم پی آر دوه، آرم شعاع کره است. صفحه از اطراف، یعنی از چهارسو امتداد داره. تعریف صفحه در فضا این هست، یه سطحی که از چهار طرفش امتداد داره تا بی نهایت. شکل حاصل از دوران مثلث قائم‌الزاویه حول یکی از اضلاع قائمش میشه یه مخروط. اون ضلع قائمی که داره حولش دوران پیدا میکنه میشه ارتفاع اون مخروط. حالا اگر ما یه نیم خط رو دوران بدیم حول یه محور، باید یه مخروط ایجاد میشه، اما این مخروط تو خالیه، میان توهیه. اما اون شکل سمت چپ که مثلث قائم‌الزاویه بود، چون مثلث قائم‌الزاویه سطح داره، وقتی دوران پیدا میکنه حجم توپر ایجاد میکنه، اما نیم خط یه بُعد داره، وقتی دوران پیدا میکنه سطح رو ایجاد میکنه، یه سطح مخروطی. اگر ما یه مستطیل رو در نظر بگیریم که طولش دو برابر عرضش باشه و حول طول دوران بدیم، اون وقت قطر قاعده این استوانه‌ای که این دوران ایجاد میشه دو برابر عرض، که گفتیم طول دو برابر عرض هست تو این مستطیل که دوران پیدا میکنه. بنابراین اون وقت ما یه استوانه‌ای داریم که قطر قاعدش برابر هست با ارتفاع این استوانه. شکل حاصل از دوران یک مثلث قائم‌الزاویه حول بترش. اگه مثلث قائم‌الزاویه رو در نظر بگیریم که پایین این خط قرار داره و دوران 180 درجه بدیم، دو تا مخروط چسبیده به هم که از قاعده هاشون به هم چسبیدن ایجاد میشه. اگه بخوایم حجم این شکل هندسی رو به دست بیاریم، باید حجم تک تک این مخروط ها رو به دست بیاریم، بعد با هم دیگه جمع کنیم.
اگر ما یه خط مایل دی رو حول یه خطی مثل ال دوران بدیم، دو تا سطح مخروطی ایجاد میشه. به اون خط دی که دوران پیدا کرده میگن مولد، به خط ال میگن محور دوران. حالا اگر ما صفحات رو تو حالت‌های مختلف از این سطح مخروطی عبور بدیم، شکل‌های مختلف ایجاد میشه. اگر موازی قاعده یا عمود بر محور دوران صفحه عبور بدیم، شکلی که ایجاد میشه دایره‌ایه. توی سمت راستی میبینیم اگر موازی با مولد باشه صفحه‌ای که عبور میدیم، شکلی که ایجاد میشه سهمیه، و اگر موازی محور دوران باشه حضوریه. گفته اگر موازی محور دوران باشه و از رأس عبور نکنه، اگر از رأس عبور کنه دوتا مثلث متصل به هم از رأس ایجاد میکنه، نه حضوری. پس ما تا اینجا سطح مقطع رو متوجه شدیم. سطحیه که از برخورد یک صفحه با یک جسم هندسی ایجاد می شود. اگر یه استوانه رو در نظر بگیریم، صفحه‌ای که موازی قاعده استوانه عبور می کنه از این استوانه توپر، سطح مقطعی که ایجاد می کنه دایره است. اگر استوانه تو خالی باشه، شکلی که ایجاد میکنه دایره است. اگر صفحه‌ای موازی با ارتفاع استوانه، یعنی عمود بر قاعده ها از استوانه عبور کنه، سطح مقطعی ایجاد میکنه مستطیله. و بزرگترین سطح مقطع در این حالت وقتی است که از قطر قاعده این صفحه عبور کرده باشه. صفحه‌ای که از یک کره عبور کنه، اگر کره توپر باشه، سطح مقطعی که ایجاد میکنه دایره است. اگر کره تو خالی باشه، شکلی که ایجاد میکنه یه دایره است. و بزرگترین سطح مقطع برای یک کره توپر وقتی است که این صفحه شامل مرکز کره باشه. از دوران یک نیم دایره حول شعاعش نیم کره ایجاد میشه. از دوران نیم دایره حول قطرش کره ایجاد میشه. از دوران یه دایره هم حول قطرش کره ایجاد میشه. فقط فرقش اینه، دوران یعنی 360 درجه حول اون محور دورانی که میگه اون شکل رو بچرخونیم. اگر دایره رو در نظر بگیریم کافی ما 180 درجه دوران بدیم، اما برای اینکه نیم دایره حول قطرش تبدیل به کره بشه باید 360 درجه، یعنی یه دوران کامل داشته باشیم. اگر یه مثلث قائم الزاویه رو حول اضلاع قائمش، هر کدوم از اضلاع قائمش رو محور قرار بدیم، حول اون دوران بدیم، مخروط ایجاد میشه. اون ذیل قائمه ای که داره حولش دوران میدیم، ارتفاع اون مخروطی که ایجاد میشه هست. و اگر یه مثلث قائم الزاویه رو حول وترش دوران بدیم، شکل هندسی که ایجاد میشه دوتا مخروط چسبیده به هم از قاعده شون هست.
بیزی تعریفش اینه: مجموع نقاطی از صفحه که مجموع فواصل آنها از دو نقطه ثابت برابر با مقداری ثابت است. یعنی هر نقطه رو روی بیزی در نظر بگیریم، وصل کنیم به دو نقطه ثابت F و F بیریم که کانون‌های بیزی گفته میشن، یه عددی میشه مجموع این فاصله ها. برای هر نقطه روی بیزی اگه وصل کنیم به کانون ها، مجموع فاصله ها رو به دست بیاریم همین مقداره. مثلا نقطه B رو که در نظر بگیریم، وصل کنیم به F و F بیریم، BF به علاوه BF بیریم، یه عددی هست که اگر نقطه مثلا R هم وصل کنیم به F و F بیریم، AF به علاوه AF بیریم هم حساب کنیم، همین مقدار میشه. حالا ما میخواییم ثابت کنیم این مقدار ثابت برابر هست با طول قطر بزرگ بیزی. بیزی دو تا قطر داره، یکی قطر کوچیکه که BB پریم، یکی قطر بزرگه که AA پریم. دو تا کانون داره، F و F پریم، مرکزم O، محل تقاطع قطرها. فاصله کانونی FF پریمه. اگر نصف قطر کوچیک رو با B نشون بدیم، نصف قطر بزرگ رو با A و نصف فاصله کانونی رو با C، یه رابطه بین A و B و C وجود داره که A2 هست برابر با B2 به علاوه C2. یعنی چی؟ یعنی نصف قطر بزرگ به توان 2 برابر هست با نصف فاصله کانونی به توان 2 به علاوه نصف قطر کوچیک به توان 2. تو کتاب این رو به صورت دیگه ای نوشته B2 مساوی با A2 منهای C2. میخواییم ثابت کنیم مجموع فواصل هر نقطه روی بیزی از کانونهاش برابر هست با طول قطر بزرگ بیزی. گفتیم تعریف بیزی اینه: مجموع نقاطی از صفحه که از دو نقطه ثابت که کانون بیزی هستن یه مقدار ثابتی هست. حالا ما خواهیم بگیم این مقدار ثابت برابر هست با طول قطر بزرگ بیزی. بیزی یه قطر کوچیک داره، یه قطر بزرگ داره. اندازه قطر بزرگ رو 2A در نظر بگیریم، نصفش میشه A. نصف قطر کوچیکم B در نظر میگیریم، نصف فاصله کانونی یعنی نصف FF بیریم هم C در نظر میگیریم. نقطه A فاصلش از F و F بیریم و اگر جمع کنیم برابر هست با همین مقدار ثابتی که تو تعریف بیزی گفتیم. فاصله از F میشه AF، فاصله از F پریم میشه AF پریم، AF به علاوه AF پریم یه مقداری هست که هر نقطه روی بیزی رو در نظر بگیریم از F و F پریم فاصله رو جمع کنیم برابر هست با همین AF به علاوه AF پریم. اما AF بیریم از دو تا پاره خط AF و FF بیریم تشکیل شده، پس به جای AF بیریم میذاریم AF به علاوه FF بیریم. نقطه A پریم که متناظر با A در سمت راست F پریم هست در نظر بگیریم، فاصله شو از F پریم و F به دست بیاریم میشه A پریم F پریم به علاوه A پریم F.
به جای AF اگر قرار بدیم A' F' در رابطه بالا میشه AF به علاوه F F' به علاوه A' F' برابر هست با AA'. AA' هم طول قطر بزرگ بیضی هست که همون 2A میشه. اگر توی یه بیضی ما دو تا مقدار از سه تا مقدار رو داشته باشیم، یعنی یا قطر بزرگ یا قطر کوچیک، کانون رو میتونیم پیدا کنیم. گفته در یک بیضی A یعنی نصف قطر بزرگ 5 باشه و B یعنی نصف قطر کوچیک 3 باشه، اندازه فاصله کانونی رو محاسبه کنیم. شکلی رسم میکنیم که کمک کنه به حل مسئله. یه بیضی رسم میکنیم، دوتا کانون F و F' رو مشخص میکنیم، نصف قطر کوچیک B، نصف قطر بزرگ A، C میشه نصف FF' نصف فاصله کانونی. ما الان فاصله کانونی رو میخوایم، یعنی باید C رو حساب کنیم، ضرب در 2 کنیم، یعنی 2C میشه FF'. رابطه چی بود؟ رابطه این بود A2 برابر هست با B2 به علاوه C2. این رابطه رو هم اثبات کنم. از تعریف بیضی شروع میکنم، مجموع نقاطی از صفحه که از دو نقطه ثابت مجموع این فاصله شون یه مقدار ثابتیه. AF برابر هست با AF'. ثابت کردیم مجموع فواصلی که روی بیضی هستن از این دو نقطه ثابت برابر هست با طول قطر بزرگ، یعنی 2A. پس 2AF برابر هست با 2A، یعنی AF برابر هست با A. اما AF بنا به قاعده فیثاغورس برابر هست با B2 به علاوه C2 زیر رادیکال، یعنی A هست برابر با رادیکال B2 به علاوه C2 که دو طرف رو به توان دو برسونم. A2 برابر هست با B2 به علاوه C2. A رو دارم، B رو دارم، قرار میدم، C به دست میاد، رادیکال 25 منهای 9 یعنی میشه 4. فاصله کانونی 2 برابر C هست، یعنی میشه 2 ضرب در 4 8. اینجا من باید می نوشم 2 ضرب در 4 مساوی با 8. بی دقتی یعنی این. و اینم ببینید راه حل مشخص میکنه یه نفر مسئله رو درست متوجه شده و بلد هست یا نه. بی دقتی یعنی به جای اینکه مثلا من یه عدد رو قرار بدم، یه عدد دیگه رو قرار بدم تو اون راه حل. در یک بیضی افقی طول قطر بزرگ 6، طول قطر کوچیک 4. شکل رو رسم میکنم. وقتی میگه طول قطر بزرگ 6 یعنی آمون هست 3، وقتی میگه طول قطر بزرگ 4 یعنی بیمون هست 2. مرکز بیضی رم مختصاتش رو داده 4 و 5. قسمت الف فاصله کانونی بیضی را پیدا کنید، یعنی اف اف بیریم. ما سی رو میتونیم پیدا کنیم از رابطه A2 برابر هست با B2 به علاوه C2. C رو میتونیم پیدا کنیم، بعد ضرب در 2 میکنیم، فاصله کانونی به دست میاد. به جای A میذارم 3، به جای B میذارم 2، میشه 3 به توان 2 برابر هست با 2 به توان 2 به علاوه C به توان 2 که C میشه رادیکال 9 منهای 4 یعنی میشه رادیکال 5. فاصله کانونی میشه 2 برابر C یعنی میشه 2 رادیکال 5. FF' فاصله کانونی برابر هست با 2 رادیکال 5. اما گفته مختصات نقاط دو سر قطر بزرگ و قطر کوچیک و همچنین کانونهای بیضی را بنویسید. وقتی که بیضی رو تقریبا رسم کنم با توجه به اینکه مختصات مرکز بیضی یعنی محل تقاطع قطر کوچیک و قطر بزرگ دارم، میتونم مختصات دو سر قطر بزرگ، دو سر قطر کوچیک پیدا کنم. برای پیدا کردن مختصات کانونم با توجه به اینکه اندازه فاصله کانونی رو دارم،
که برابر هست با دو رادیکال 5 این برای دو که بشه سی به دست میاد. بنابراین 4 منهای رادیکال 5 طوله کانون سمت چپ 4 برابر رادیکال 5 طوله کانون سمت راست. عرضم که همون 5 هست. سی آ اوم نصف فاصله کانونی به روی قطر بزرگ. هر چقدر به صفر نزدیکتر باشه، یعنی C نسبتش به A کوچکتر باشه، بیدیمون به دایره نزدیکتره. هر چقدر C آوم یعنی کانون نزدیک دو سر قطر باشه، به 1 نزدیکتر میشه این نسبت، بنابراین بیدیمون کشیده تر میشه. تمرین در شکل روبرو میخواهیم دوزنقه قائمه را حول محور دوران دهیم. حجم شکل حاصل را محاسبه کنید. ابتدا شکلی که از دوران این دوزنقه قائمه حول محور ایجاد میشه رو رسم کنید. یه مخروطی هست که از سرش یه مخروط کوچکتر برداشته شده. به این صورت میشه. حالا اگر اینو من 90 درجه دوران بدم و دوباره رسم کنم به این صورت. ما میخواییم حجم این شکل هندسی رو به دست بیاریم. حجم این شکل هندسی برابر هست با یه مخروطی که به این صورت هست، ازش اون کلشو که یه مخروط هست کم کنیم، همین شکل هندسی هست که از دوران این زوزنقه ایجاد شده. ابعاد این زوزنقه رو ما با توجه به اینکه صفحه شطرنجی هست داریم. قاعده کوچیک 1، قاعده بزرگ 3 هست. ارتفاع این شکل هندسیمون که ارتفاع زوزنقه هم هست 4. اما ما برای اینکه حجم این شکل رو به دست بیاریم باید بدونیم اون کله مخروطی که ازش کم شده ارتفاعش چقدره. چون شعاع قاعده اون قسمت مخروطی بالا رو داریم 1. اینجا باید از هندسه سال قبل بخش تشابه استفاده کنیم. اگر امتداد بدیم یه مثلث قائم زاویه بزرگ، یه مثلث قائم زاویه کوچیک، این دوتا مثلث با هم متشابهن. بده بروی سه ای مساوی هست با آبه بروی آبه به علاوه بی سی. آبه همون ارتفاع اون مخروط بالایی هست که ما میخواییم به دست بیاریم. به جای بده 1 میدارم، به جای سه ای 3 میدارم. آبه هم که میخوام به دست بیارم، به جای بسه هم 4. طرف این وسط این کنم، دو آبه مساوی با 4، آبه 2 به دست میاد. حالا میتونم حجم مخروط بالایی رو به دست بیارم. اول حجم مخروط بزرگ، شعاع قاعده 3 هست، 1/3 ضرب در مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. ارتفاع 4 به علاوه 2 هست که میشه 6. بنابراین میشه 1/3 ضرب در پی ضرب در 3 به توان 2 ضرب در 6 منهای اون مخروط بالایی کوچیک 1/3 ضرب در پی ضرب در 1 به توان 2 ضرب در 2. که میشه 18 پی منهای
دو پی سوم یا دو سوم پی مخرج مشترک 3 بگیرم میشه 54 پی منهای 2 پی 52 پی سوم. اما قسمت ب گفته سطح مقطع این شکل در برخورد با صفحه‌ای که شامل محور دوران باشد چیه و مساحتش چقدره؟ یعنی همچین صفحه‌ای ساعت مقطع زوزنقه است، مساحتش هم قاعده بزرگ به علاوه قاعده کوچیک که قاعده کوچیکش 2ه، قاعده بزرگش 6ه، ارتفاعش هم 4ه، میتونیم مساحتش رو به دست بیاریم. گفته صفحه بیاد از این شکل هندسی عبور کنه، شامل محور دوران باشه. پس هم بر قاعده دایره بالا عموده، هم بر قاعده دایره پایین. شامل محور دوران یعنی شامل همون ارتفاع این شکل هندسی هم هست. سطح مقطع دوزنقه متساوی ساقین با قاعده کوچیک 2، با قاعده بزرگ 6، با ارتفاع 4 که مساحت میشه 1/2 مجموع دو قاعده، یعنی 2 به علاوه 6 ضرب در ارتفاع که میشه 16. مربعی با ضلع 3 واحد مطابق شکل روبرو در فاصله 2 واحدی از یک خط راست قرار داره. شکل حاصل از دوران این مربع حول محور چه شکلی میشه؟ رسمش کنیم. از اونجایی که این مربع رنگی به فاصله 2 واحد هست، وقتی دوران پیدا میکنه اون فاصله 2 واحدی هم دوران پیدا میکنه. پس یه استوانه ای داریم که داخلش یه استوانه تو خالیه. اون استوانه ای که بزرگ هست شعاع قاعدش 5ه، اون استوانه ای که تو خالی هست شعاع قاعدش 2ه. پس اگه ما بخوایم حجم شکلی که ایجاد میشه رو پیدا کنیم، باید یه استوانه به شعاع قاعده 5 در نظر بگیریم که از وسطش یه استوانه به شعاع قاعده 2 در اومده. حجم استوانه بزرگمون میشه پی ضرب در 5 به توان 2 ضرب در ارتفاع هر دوتا استوانه، چه اون استوانه بزرگ چه اون استوانه که از وسط در اومده، 3 هست. بنابراین میشه 75 پی حجم استوانه بزرگ منهای اون استوانه تو خالی وسط که میشه پی ضرب در 2 به توان 2 ضرب در 3. 63 پی حجم این شکل هندسی میشه. سطح مقطع این شکل را در برخورد با صفحه موازی با قاعده آن توصیف کنید. یه دایره‌ای که ازش یه دایره تو خالی خارج شده که میتونیم مساحت این سطح مقطع را به دست بیاریم. یه مساحت دایره که ازش یه دایره خارج شده. همین بعد گفته اگر یک لوزی با قطرهای 6 و 4 داشته باشیم و حول قطر بزرگ دوران بدیم، حجم شکل حاصل چقدر است؟ شکلش رو رسم میکنیم. لوزی 4 تا ذیلش با هم برابر، قطر کوچیک و قطر بزرگ رو داریم. بنابراین میتونیم یه مثلث قائم الزاویه در بالا، یه مثلث قائم الزاویه در پایین
وقتی حول قطر بزرگ یعنی حول وتر این مثلث‌های قائم الزاویه دوران داده میشه، دو تا مخروط چسبیده به هم از قاعده ها ایجاد میشه. حجم یک کدوم از این مخروط ها رو به دست بیاریم ضرب در دو کنیم، حجم شکل هندسی مورد نظر به دست میاد. برای به دست آوردن حجم مخروط، مساحت قاعده که میشه پی ضرب در دو به توان دو ضرب در یک سوم ضرب در ارتفاع، یه ضرب در دو هم به خاطر اینکه دو تا مخروط داریم. سه با سه ساده میشه، چار پی ضرب در دو میشه هشت پی، حجم شکل مورد نظرمون. تمرین بعد گفته کانون های یک بیدی نقاط یک و سه و یک و منهای پنج هست. تا اونجایی که میتونیم شکل رو دقیق رسم کنیم تا کمک کنه در درک بهتر مسئله. قسمت الف فاصله کانونی، مختصات مرکز بیضی و معادله قطرهای بزرگ و کوچک و خاصه. وقتی ما مختصات کانونهای بیضی رو داریم، یعنی فاصله دو کانون رو از هم به دست بیاریم، فاصله کانونی به دست میاد. بیضیمون تقریبا به این صورت میتونیم در نظر بگیریم. اف و اف پریمو مختصاتش رو داریم، اف اف پریمو میخواییم. فاصله دو نقطه در صفحه مختصات برابر است با رادیکال تفاضل طولها به توان دو به علاوه تفاضل عرضها به توان دو. از اونجایی که در یک امتداد قرار دارن، کافیه عرضاشون رو از هم کم کنم، چون طولاش از هم کم بشه میشه صفر دیگه. قدر مطلق تفاضل عرضها که میشه 8. اما مختصات مرکز بیضی وسط کانون و مختصاتش رو بخوام پیدا کنم، مجموع طولها تقسیم بر دو مجموع عرضها تقسیم بر دو میشه مختصات مرکز بیضی. 1 به علاوه 1 2 تقسیم بر دو 1، منهای 5 به علاوه 3 منفی 2 تقسیم بر دو منفی 1، 1 و منهای 1 میشه مختصات مرکز بیضی. پس برای فاصله کانونی هم میتونم با توجه به اینکه در یک امتداد قرار داره قدر مطلق تفاضل عرضها که میشه همون 8، یا نه از فرمول کلی اندازه یک پاره خط که همون فاصله دو نقطه در صفحه مختصات هست، رادیکال ایکس آ منهای ایکس ب به توان دو به علاوه ایگرگ آ منهای ایگرگ ب به توان دو، که اینجا آ و ب مون همون اف و اف پریمه. پس میگیم اف اف پریم برابر است با رادیکال ایکس اف منهای ایکس اف پریم به توان دو به علاوه ایگرگ اف منهای ایگرگ اف پریم به توان دو. فرقی نمی کنه x f رو اول بنویسیم یا x f پریم و y f رو اول بنویسیم تو پرانتزشون یا y f پریم، چون به توان دو میرسه تفاضل دو مقدار تفاوتی ایجاد نمیکنه کدوم اول بنویسیم. میشه رادیکال 1 منهای 1 به توان دو که میشه 0 به علاوه 3 منهای منهای 5 یعنی 3 به علاوه 5 که میشه 8 به توان 2 64، رادیکالش میشه 8. پس فاصله کانونی یعنی اف اف پی میشه 8. اما معادله قطر بزرگ x مساوی با 1، معادله قطر کوچک y مساوی با منهای 1، همون
خطوطی که قطر کوچیک و قطر بزرگ روشون قرار داره معادله شون خواستیم بنویسیم. چون خطوطی عمود بودن بر محورهای مختصاتی معادله شون به این صورت شد. اما قسمت ب گفته اگر آ یعنی نصف قطر بزرگ 6 باشه اندازه قطر کوچیک و خروج از مرکز بعیدی را پیدا کنید. رابطه چی بود؟ آ دو برابر است با بی دو به علاوه سی دو. به جای آ میذارم 6، به جای بی مقداری هست که باید به دست بیارم، به جای سی نصف فاصله کانونی. فاصله کانونی 8 بود، نصفش میشه 4، پس میشه بی دو مساوی با 36 منهای 16 یعنی 20. بی میشه رادیکال 20 یا 2 رادیکال 5. اما اندازه قطر کوچیک 2 برابر بی هست، چون بی نصف قطر کوچیکه، بنابراین میشه 2 ضرب 2 رادیکال 5 که میشه 4 رادیکال 5. رادیکال 5 تقریبا 2.2، پس اندازه قطر کوچیک میشه تقریبا 4.4. خروج از مرکز بعیدی سی آم، سی هست 4، آ هست 6، 4/6 یا 2/3 میشه خروج از مرکز بعیدی. از اونجایی که یه عددی هست تقریبا 66/100، بنابراین بعیدیمون کشیده است، به 1 نزدیکتره تا به 0. هرچی سی آم به 1 نزدیکتر باشه بعیدیمون کشیده تره، هرچقدر به 0 نزدیکتر باشه به دایره نزدیکتره. تمرین: اگر در یک بعیدی داشته باشیم آ برابر با 5، بی برابر با 3، در این صورت اندازه فاصله کانونی را محاسبه کنید. از آ 2 برابر است با بی 2 به علاوه سی 2 میتونیم بگیم سی 2 برابر است با آ 2 منهای بی 2، به جای آ میذارم 5، به جای بی میذارم 3، میشه 25 منهای 9 مساوی با سی 2، سی در میاد 4. اندازه فاصله کانونی برابر است با 2c یعنی میشه 8. این همون تمرینی هست که مختصات دو سر قطر بزرگ، قطر کوچیک و مختصات کانون‌های بعیدی رو خواسته بود. اینجا حلش میکنیم کامل. با توجه به اینکه مختصات مرکز بعیدی رو داریم، اول مرکز بعیدی رو پیدا میکنیم. سه تا به سمت راست، سه تا به سمت چپ، دو انتهای قطر بزرگ. چرا این طرفی گرفتم؟ به خاطر اینکه گفته بعیدی افقیه، یعنی قطر بزرگش موازی محور ایکساس. از مرکز بعیدی دو تا برم بالا، دو تا برم پایین، دو انتهای قطر کوچیکم به دست میان. شکلش تقریبا به این صورت در میاد. فاصله کانونی بعیدی رو بخوایم پیدا کنیم، از رابطه سی دو مساوی آ دو منهای بی دو، به جای آ میذارم 3 نصف قطر بزرگ، به جای بی میذارم 2 نصف قطر کوچیک، سی در میاد رادیکال 5، فاصله کانونی 2c میشه 2 رادیکال 5. اما برای اینکه مختصات دو سر قطر بزرگ رو پیدا کنم، مرکز بعیدی رو در نظر بگیرم، سه تا به سمت راست، چون تو همون عرض قرار دارم بنابراین عرض تغییر نمی کنه. 7 و 5 یه سر قطر بزرگه. از 4 سه تا بیام سمت چپ، 1 و 5 نقطه ای هست که اون یکی سر قطر بزرگ یعنی آ هست. برای اینکه سی و دی دو سر قطر کوچیک رو پیدا کنم، مرکز بعیدی رو در نظر بگیرم، دو تا برم به سمت بالا، تو همون طول هستم بنابراین طول تغییر نمی کنه، میشه 4 و 7 مختصات سی. دو تا بیام پایین، 4 و 3 میشه مختصات دی. اما برای اینکه مختصات دو کانون رو به دست بیارم، فاصله کانونی 2 رادیکال 5 بود، نصف فاصله کانونی که میشه رادیکال 5 به سمت راست یعنی 4 به علاوه رادیکال 5،
طول f پریم 4 منهای رادیکال 5 طول f. عرض f و f پریم با عرض مرکز بیضی برابره، چون تو همون عرض قرار داریم، عرضشون 5. خروج از مرکز بیضی 4/5، یعنی سی اون برابر هست با 4/5. طول قطر کوچیک هم داده 6. 6 تقسیم بر 2 3 میشه b. ما رابطه داریم A2 برابر هست با B2 به علاوه C2. به جای B میتونیم مقدار قرار بدیم، اما از CO مساوی با 4/5 میتونیم C رو بر حسب A بنویسیم. اگه 4/5 رو به صورت اعشاری 1/8 در نظر بگیرم، بعد به 1/8 مخرج 1 بدم، C مساوی میشه با 1/8 ضرب در A. یعنی به جای سی قرار میدم 1/8 آ، پس میشه A2 مساوی با بی به توان 2، یعنی 9 به علاوه 1/8 آ به توان 2. بعد مجهولای یه طرف، معلومای یه طرف، A2 منهای 1/8 به توان 2 میشه 64/4. بنابراین A2 منهای 64/4 A2 مساوی با 9، 36/4 A2 مساوی با 9. از دو طرف جذر میگیرم، میشه 1/6 آ مساوی با 3. طرف این وسطه ای میکنم، 10 ضرب در 3 میشه 30 تقسیم بر 6 میشه 5، آ میشه 5. اگر آ 5 باشه طول قطر بزرگ میشه چند؟ 2 آ، یعنی 10. وقتی میگه طول قطر کانونی، منظور همون قطر بزرگ اینجا، چون بیضیمون افقیه. فاصله کانونی FF پریم برابر هست با 2C، پس C رو اول باید پیدا کنم، ضرب در 2 کنم، 1/8 ضرب در A میشه C. برای به دست آوردن مختصات دو سر قطر بزرگ و قطر کوچیکم شبیه همین تمرین قبل عمل میکنیم. مختصات مرکز رو داریم، منهای 4 و منهای 1 هست، به اندازه A به طول اضافه کنیم میشه 1 و منهای 1، به اندازه A کم کنیم میشه منفی 9. عرضم که همون منفی 1 هست. برای پیدا کردن مختصات دو سر قطر کوچیک، منهای 4 و منهای 1 مرکز رو در نظر میگیریم، دو تا بالا میشه منهای 4 و 1، دو تا کم میکنیم برای مختصات B میشه منهای 4 و منهای 3. ما برای پیدا کردن مختصات کانونهای بیضی اول ما باید فاصله کانونی رو پیدا کنیم. برای به دست آوردن فاصله کانونی چار پنجم آ، چار پنجم ضرب در 5 کنیم، سی در میاد، سی رو داریم، میتونیم مختصات اف و اف پریم رو به دست بیاریم. منهای 4 و منهای 1 4 تا به سمت راست میشه 0 و منهای 1 مختصات یکی از کانون رو. منهای 4 و منهای 1 رو داریم، 4 تا کم کنیم، از طول میشه منهای 8 و منهای 1 مختصات کانون دیگه. قسمت بعدی دایره هست که مفصل‌تر در این فصل نسبت به بیضی توضیح داده شده، معادلش هم گفته شده. دایره مجموع نقاطی از صفحه هست که از یک نقطه ثابت به یک فاصله باشن. هر نقطه‌ای که روی محیط دایره در نظر بگیریم از مرکز فاصلهش
یه مقدار اون فاصله هم شعاع دایره است. مثلا این دایره را اگه در نظر بگیریم، نقطه آ یه نقطه دلخواه، فاصلهش بنا به اون رابطه ای که برای فاصله دو نقطه در دستگاه مختصاتی گفتیم برابر میشه با تفاضل طول ها به توان دو، بله، به تفاضل عرض ها به توان دو زیر رادیکال، یعنی ایکس آ منهای ایکس او. ایکس او صفر مبدأ، طولش صفره، عرضش هم صفره، بنابراین او آ میشه ایکس آ به توان دو بله به ایگرگ آ به توان دو. دو طرف رو به توان دو برسونم، او آ به توان دو مساوی با ایکس آ به توان دو بله به ایگرگ آ به توان دو. او آ همون آر هست، پس میشه آر به توان دو برابر هست با ایکس آ به توان دو بله به ایگرگ آ به توان دو، که اگر به جای ایکس آ و ایگرگ آ ایکس و ایگرگ قرار بدم، معادله دایره به مرکز مبدأ به دست میاد، ایکس دو بله به ایگرگ دو مساوی آر به توان دو. حالا اگر مرکز دایره مبدأ نباشه، مثلا نقطه دو یک باشه، دایره‌ای که در سمت راست میبینیم، فاصله یه نقطه دلخواه مثل آ از مرکز میشه ایکس آ منهای مرکز مختصاتش دو یکه، طولش دوه، بنابراین میشه ایکس آ منهای دو به توان دو به علاوه ایگرگ آ منهای ایگرگ مرکز که یک هست به توان دو. دو طرف رو به توان دو میرسونم، به جای او آ هم میذارم آر، میشه آر به توان دو مساوی ایکس آ منهای دو به توان دو به علاوه ایگرگ آ منهای یک به توان دو. به جای ایکس آ و ایگرگ آ ایکس و ایگرگ قرار میدم، معادله این دایره به دست میاد، ایکس منهای دو به توان دو به علاوه ایگرگ منهای یک به توان دو مساوی با آر به توان دو، که شعاعش هم باید معلوم باشه. بنابراین معادله استاندارد یک دایره ایکس منهای آلفا به توان دو ایگرگ منهای بتا به توان دو، که آلفا بتا طول و عرض مرکز دایرن، مساوی با آر به توان دو، آرم شعاع اون دایره است. مجموع نقاطی از صفحه که فاصله شون از مرکز دایره، که مرکز دایره مختصاتش آلفا بتاه، فاصلهش آره. تمرین گفته معادله استاندارد این دایره‌ای که رد شده رو بنویسیم. ما از دبستان یاد دادن تو هر مسئله فرمول ابتدا می‌نویسیم، آر دو مساوی با ایکس منهای آلفا به توان دو به علاوه ایگرگ منهای بتا به توان دو. این معادله استاندارد دایره است که به جای آر شعاع رو باید قرار بدیم. شعاع صفحه شطرنجی مشخصه که سه هست، آلفا بتا مختصات مرکز دایره است، طول و عرض مرکز دایره که منهای دو و یک هست. حالا قرار میدیم در فرمول 3 به توان 2 میشه 9، بنابراین میشه 9 مساوی با ایکس منهای منهای 2. منها مال فرمول منهای 2 رو باید قرار بدیم، به علاوه ایگرگ منهای 1 به توان 2، پس میشه 9 مساوی با ایکس به علاوه 2 به توان دو به علاوه ایگرگ منهای یک به توان دو، که میتونیم به این صورت هم بنویسیم که همون ایکس منهای آلفا به توان دو به علاوه ایگرگ منهای بتا به توان دو مساوی با آر به توان دو باشه، یعنی بنویسیم ایکس به علاوه دو به توان دو به علاوه ایگرگ منهای یک به توان دو مساوی با نو. نوهو از سمت چپ آوردم سمت راست، این معادله استاندارد باشه. مختصات مرکز از روی معادله استاندارد منهای دو یک، آرم رادیکال نو سه به دست میان، یعنی امتحان کردن این که معادله استاندارد رو درست نوشیم یا نه. معادله استاندارد هر یک از دایره های رد شده را به دست آورید. دایره ای که
صورتی هست، مرکزش 3 و 3 هست، شعاعش 1. بنابراین برای نوشتن معادله استانداردی دایره ما نیاز داریم مرکز و اندازه شعاع رو داشته باشیم. x منهای آلفا یعنی میشه x منهای 3 به توان 2 به علاوه y منهای بتا یعنی y منهای 3 به توان 2 مساوی با r به توان 2. 1 به توان 2 میشه 1. معادله دایره سبز شعاعش همون 1 هست، اما مرکزش منهای 1 و 3. x منهای آلفاش یعنی میشه x منهای منهای 1 یعنی x به علاوه 1 به توان 2 به علاوه y منهای 3 به توان 2 مساوی 1 به توان 2 که میشه 1. اما دایره آبی شعاعش 2ه، مرکزش منفی 2 منفی 2 هست. بنابراین معادله استانداردش به این صورت میشه x منهای منهای 2 یعنی میشه x به علاوه 2 به توان 2 به علاوه y منهای منهای 2 یعنی y به علاوه 2 به توان 2 مساوی با 2 به توان 2 یعنی 4. مثل هر معادله دیگه‌ای که برای نمودارها می‌نویسیم، مختصات نقاطی که روی نمودار قرار داره در معادله صدق می‌کنه. مثلا منفی 2 و 0 یه نقطه روی این دایره است، بنابراین مختصاتش در معادله دایره صدق میکنه. اگه به جای x بذارم منهای 2 میشه منهای 2 به علاوه 2 0، به جای y هم باید بذارم 0 میشه 0 به علاوه 2 به توان 2 یعنی 4 مساوی با 4 هست. برعکس اگر بخوام محل تلاقی این دایره با محور x رو به دست بیارم، به جای y میذارم 0. اگه بخوام با محور y به دست بیارم به جای x میذارم 0. یا سوال اینجوری باشه: طول نقاطی که عرضشون منفی 2 هست و روی دایره قرار دارن به دست بیاورید، یا مختصاتشون رو به دست بیاورید. یعنی ما باید به جای y بذاریم منهای 2، x هایی که به دست بیاد طول این نقاطه، میشه x به علاوه 2 به توان 2 به علاوه به جای y میذاریم منفی 2، منفی 2 به علاوه 2 میشه 0 به توان 2 باز میشه 0. یعنی x به علاوه 2 به توان 2 مساوی با 4. از دو طرف اگر جذب بگیریم x به علاوه 2 مساوی مثبت و منفی 2، پس یه جواب میشه x به علاوه 2 مساوی با 2 که میشه x مساوی با 0، یه جواب x به علاوه 2 مساوی با منفی 2 x در میاد منفی 4. نقطه 0 و منفی 2 روی دایره قرار داره، نقطه منهای 4 و منهای 2 هم روی دایره قرار داره، دو نقطه هستن که عرضشون منفی 2 A و B. با توجه به معادله استاندارد داده شده دایره رو رسم کنید. معادله استاندارد رو داریم، میتونیم مرکز و شعاع رو پیدا کنیم. x منهای 3 به توان 2 علاوه y به علاوه 1 به توان 2 مساوی با 4. شعاع رادیکال 4 چون r2 مساوی با 4 هست، r میشه 2، مرکزم میشه 3 و منهای 1، x منهای آلفا، آلفا میشه 3، بتا y منهای بتا، y منهای منهای 1، بنابراین عرض مرکزمون هست منهای 1. 3 و منهای 1 رو پیدا میکنیم، دایره‌ای به شعاع 2 رسم میکنیم. در حالت‌های دیر معادله دایره را بنویسید. دایره‌ای به مرکز مبدأ مختصات و شعاع 2. وقتی میگم مرکز مبدأ مختصات یعنی آلفا بتا 0. معادله استاندارد دایره را می‌نویسیم: x منهای آلفا به توان 2 به علاوه y منهای بتا به توان 2 مساوی r به توان 2.
به جای آلفا بتا میذارم صفر، میشه ایکس دو به علاوه ایگری دو، به جای آرم میذارم دو، دو به توان دو میشه چهار. دایره به مرکز مبدا مختصات و شعاع آر میشه ایکس دو به علاوه ایگری دو مساوی آر به توان دو. دایره ای که از نقطه یک و منهای سه بگذرد و مرکز آن دو منهای یک باشد. یه شکل تقریبی رسم میکنم تا به درک مسئله کمک کنه. مرکز رو مشخص میکنم. نقطه آ همون نقطه یک و منهای سه هست. وقتی میگه از نقطه آ بگذرد یعنی چی؟ یعنی روی محیط دایره قرار داره، بنابراین فاصلهش از مرکز برابر هست با شعاع. شعاع دایره رو بخوام پیدا کنم یعنی او آ رو باید پیدا کنم. او آ میشه رادیکال یک منهای دو به توان دو به علاوه منهای سه منهای یک که میشه به علاوه یک به توان دو، میشه رادیکال یک به علاوه چهار یعنی رادیکال پنج. آر شعاع رادیکال پنج مختصات مرکز هم داریم، میتونیم معادله استاندارد رو بنویسیم ایکس منهای یک به توان دو به علاوه ایگرگ به علاوه سه به توان دو مساوی با رادیکال پنج به توان دو که میشه پنج. با تکمیل جدول وضعیت هر نقطه را نسبت به دایره مشخص کنید. یه نقطه نسبت به دایره سه تا وضعیت میتونه داشته باشه. یا فاصلش از مرکز برابر هست با شعاع که اون وقت میگیم روی دایره قرار داره، یا کمتر از شعاع که داخل دایره قرار داره، یا بیشتر از شعاع که میگیم خارج از دایره قرار داره. معادله استاندارد داده، مرکز دایره رو مختصاتش رو پیدا میکنیم، میشه منفی دو سه، شعاعش هم رادیکال چهار که میشه دو. میخوایم ببینیم وضعیت نقطه آ نسبت به این دایره به چه صورته، بنابراین فاصله آ تا مرکز دایره رو از رابطه او آ برابر هست با ایکس آ منهای ایکس او به توان دو به علاوه ایگرگ آ منهای ایگرگ او به توان دو زیر رادیکال که میشه منهای دو منهای یک به توان دو به علاوه سه منهای یک به توان دو زیر رادیکال میشه نه به علاوه چهار رادیکال سیزده. رادیکال سیزده بیشتر از دو هست، یعنی فاصله آ از مرکز دایره بیشتر از دو هست، بنابراین خارج از دایره است. برای اینکه وضعیت نقطه بی رو پیدا کنیم همین مرحله رو انجام میدیم، یعنی فاصله بی تا او رو با این فرمول به دست میاریم که میشه دو، چون فاصلش برابر هست با شعاع بنابراین روی دایره قرار داره. برای پیدا کردن فاصله نقطه سی از مرکز دایره رادیکال منهای دو منهای دو که میشه صفر به علاوه چهار منهای سه به توان دو که میشه یک، چون فاصلش از مرکز دایره کمتر از شعاعه بنابراین نقطه سی داخل دایره قرار داره. در ردیف پایین گفته دایره به مرکز یک و منهای دو و شعاع سه، بنابراین میتونیم معادله استانداردش رو بنویسیم ایکس منهای یک به توان دو به علاوه ایگرگ به علاوه دو به توان دو مساوی سه به توان دو که میشه نه. وضعیت نقطه آ نسبت به این دایره، باز باید فاصله آ تا مرکز این دایره رو به دست بیارم که میشه یک منهای یک به توان دو صفر به علاوه یک منهای دو به توان دو یعنی میشه رادیکال نه که میشه سه،
چون اندازش برابر هست با شعاع دایره، بنابراین میگیم نقطه آ روی این دایره قرار داره. وضعیت نقطه بی، او بی رو پیدا میکنم. البته خود جدول نوشته وضعیتش بیرون دایره، اما من اندازه فاصله بی تا مرکز دایره رو به دست آوردم که این رو نشون بدم که 5 هست، بیشتر از 3 هست، بنابراین بیرون دایره. وضعیت نقطه سی هم فاصله دایره رادیکال 45 که بیشتر از 3، بنابراین خارج از دایره است. تو این تمرین گفته اگر معادله دایره‌ای به شکل x به علاوه 1 بتواند و به علاوه y بتواند و مساوی با 4 باشد، مختصات مرکز دایره و اندازه شعاع دایره را بنویسید. مرکزش میشه منفی 1. y منهای بتا، بتا نیست، صفره، بنابراین منهای 1 و 0 میشه مرکز. رادیکال 4 یعنی 2 شعاع دایره میشه. مختصات نقاط تقاطع این دایره را با محورهای مختصات پیدا کنید. یه دایره تقریبی با این مشخصات رسم کنم. منهای 1 و 0 مرکز، شعاع 2. از منهای 1 2 تا بیام سمت راست، محل تلاقی با محور ایکسا 1 و 0. 2 تا بیام سمت چپ، منهای 3 و 0. این محل تلاقی با محور ایکسا به دست میاد. اما به صورت کلی روش اینه، به جای ایگرگ باید بزنیم 0 که میشه x به علاوه 1 به توان 2 مساوی با 4، x به علاوه 1 مساوی مثبت منفی 2، یه جواب در میاد منفی 3، یه جواب در میاد 1. پس اگر میخواییم محل تلاقی با محور x رو پیدا کنیم، به جای ایگرگ میذاریم 0. چون اینجا مرکزمون روی محور x قرار داشت، من از طریق جمع کردن با شعاع و کم کردن مختصات تلاقی با محور ایکس رو به دست آوردم. اما به صورت کلی باید از طریق معادله، به جای ایگرگ میذاریم 0، تلاقی با محور ایکس به دست میاد. ایکس مساوی با 1 و ایکس مساوی با منفی 3. برای تلاقی با محور ایگرگا به جای ایکس میذارم 0. که میشه 1 به توان 2، 1 به علاوه ایگرگ 2 مساوی با 4، ایگرگ 2 مساوی با 3، ایگرگ مساوی مثبت و منفی رادیکال 3. بنابراین مختصات نقاط تلاقی با محور ایگرگا 0 رو رادیکال 3، 0 رو منهای رادیکال 3. معادله دایره های زیر را بنویسید. مختصات مرکز و 0 و 3، شعاع و 4. با توجه به اینکه در صفحه شطرنجی رسم شده به دست میاریم. پس میشه x منهای آلفا به توان 2 که به جای آلفا بذارم 0، همون میشه x 2 به علاوه y منهای بتا به توان 2، یعنی y منهای 3 به توان 2 مساوی با 4 به توان 2، یعنی 16. برای شکل سمت راست مختصات مرکز 5 و منهای 4 هست، اندازه شعاع 3 هست، بنابراین معادله استاندارد میشه x منهای 5 به توان 2 به علاوه ایگرگ منهای 4، یعنی ایگرگ به علاوه 4 به توان 2 مساوی با 3 به توان 2، یعنی 9. معادله گسترده دایره یا معادله ضمنی، همون معادله رو اگر ما توان رسانیش رو انجام بدیم میشه معادله گسترده یا ضمنی. مثلا برای این دایره اول من معادله استانداردش رو بنویسم. مرکز رو داریم، مختصات 2 و منهای 3، شعاع رو داریم 1. معادله استانداردش چی میشه؟ میشه x منهای 2 به توان 2
به علاوه ایگرگ منهای منهای 3 یعنی ایگرگ به علاوه 3 به توان 2 مساوی با 1. ایکس منهای 2 رو به توان 2 برسونم میشه ایکس 2 منهای 4 ایکس به علاوه 4 به علاوه ایگرگ 2 به علاوه 6 ایگرگ به علاوه 9 مساوی با 1. الان میگی چرا نوشتم منهای 2 ایکس؟ اشتباه نوشتم، منهای 4 ایکس درسته. بعد ساده میکنم، جملات مشابه فقط اعداد هستن، همه رو میارم یه طرف، 9 4 13، یک بیاد سمت چپ از 13 کم بشه میشه 12. این میشه معادله گسترده یا ضمنی. اما این معادله گسترده از همون معادله استاندارد به دست اومده. اگر ما یه معادله گسترده هم داشته باشیم آیا میتونیم به صورت استاندارد در بیاریم؟ بله. تو اینجا این رو الان میبینیم، مثلا معادله گسترده x2 به علاوه y2 به علاوه ax به علاوه by به علاوه c مساوی با 0. مربع کامل میکنم، x2 به علاوه ax چی کم داره مربع کامل بشه؟ نصف ضریب x رو یعنی a دوم به توان دوش اضافه و کم میکنم. y2 به علاوه by چی کم داره؟ نصف ضریب y یعنی b رو نصف میکنم به توان دو میرسونم، یعنی میشه b دوم به توان دو. b دوم به توان دو رو اضافه و کم میکنم تا تساوی همچنان برقرار باشه. الان x2 به علاوه ax به علاوه a دوم به توان 2 اتحاد مربع دو جمله میشه x به علاوه a دوم به توان 2. y2 به علاوه by به علاوه b دوم به توان 2 هم اتحاد مربع دو جمله میشه y به علاوه b دوم به توان 2. اون دو تا جمله منهای پرانتز a دوم به توان 2 و منهای پرانتز b دوم به توان 2 رو میبرم سمت راست میشه a2 به روی 4. توان رسانیشون هم انجام دادم، b2 به علاوه 4، c هم بره سمت راست میشه منهای c. اگه معادله استاندارد نبود x منهای آلفا به توان 2 به علاوه y منهای بتا به توان 2 مساوی r به توان 2. الان هم مشابهش رو ساختیم، x به علاوه a دوم به توان 2 به علاوه y به علاوه b دوم به توان 2 مساوی با منهای c به علاوه a2 چهارم به علاوه b2 چهارم. آلفامون چیه؟ منهای a دوم. بتامون چیه؟ منهای b دوم. یعنی اگه معادله گسترده رو به ما دادن، منهای a دوم منهای b دوم میشه مختصات مرکز. شعاع چی میشه؟ میشه رادیکال. منهای c به علاوه a دو چهارم به علاوه b دو چهارم، مخرج مشترک 4 بگیرم، 4 از زیر رادیکال بیاد بیرون، صورت میشه منهای 4c به علاوه a دو به علاوه b دو زیر رادیکال مخرج 2. معادله گسترده یه دایره به صورت x2 به علاوه y2 منهای 2x منهای 6y به علاوه 6 مساوی با 0 است. مختصات مرکز این دایره و شعاع آن را پیدا کنید. اول از طریق استاندارد کردن، بعد از طریق فرمول. x2 منهای 2x رو داریم، بنابراین یه 1 اضافه میکنم یه 1 کم میکنم. y2 منهای 6y رو داریم، منهای 6 تقسیم بر 2 میشه منهای 3 به توان 2، 9 9 اضافه و 9 کم میکنم، بنابراین میشه x منهای 1 به توان 2 به علاوه y منهای 3 به توان 2. منهای 1 و منهای 9 میشه منهای 10، با 6 جمع بشه میشه منهای 4، میره سمت راست میشه 4. مختصات مرکز میشه 1 و 3. شعاع هم میشه رادیکال 4 2. اما از طریق فرمول، منهای a دوم منهای b دوم. آمون چیه؟ ضریب x منهای 2، منهای منهای 2 میشه مثبت 2 تقسیم بر 2 1. منهای b دوم میشه منهای منهای 6، 6 تقسیم بر 2 3. 1 و 3 همون مرکزی هست که از طریق استاندارد سازی به دست آوردیم. اما شعاع r مساوی با رادیکال منهای 4c به علاوه a دو به علاوه b دو تقسیم بر 2. سیمون چیه؟ 6. منهای 4 ضرب در 6 میشه منهای 24،
آمون چیه؟ منهای 2 به توان 2 4، بیمون منهای 6 به توان 2 36، صورت میشه رادیکال 16، مخرجم 2، که آر مساوی با 2 به دست میاد. یه خط و دایره سه تا حالت با هم میتونن داشته باشن. اگر فاصله خط از مرکز دایره، یا اینجوری بگیم فاصله مرکز دایره تا خط از شعاع بیشتر باشه، بنابراین نقطه مشترک ندارن. اما اگر برابر باشه، یعنی یه نقطه مشترک دارن، مماسه. اما اگه کمتر باشه، متقاطع. دی رو فاصله مرکز دایره تا خط در نظر بگیریم. اگر دی بزرگتر از آر باشه، این مشترک ندارن. بیرون از دایره دی مساوی آر باشه، خط بر دایره مماسه. دی کوچکتر از آر باشه، خط دایره رو قطع کرده، دو تا نقطه مشترک دارن. وضعیت خط x به علاوه y مساوی با 3 نسبت به دایره x دو به علاوه y دو منهای 2x منهای 3 مساوی با 0 رو مشخص کنید. با استفاده از فرمول منهای a دوم منهای b دوم مرکز به دست میاد. آمون منهای 2 هست، بیمون 0ه، ضریبه y نداریم. بنابراین میشه منهای منهای 2 دوم یعنی 1 و 0. آر شعاع میشه منفی 4 سی به علاوه آ دو به علاوه بی دو زیر رادیکال تقسیم بر 2. سیمون منهای 3 هست، منهای 4 ضرب در منهای 3 میشه 12 به علاوه آ دو، آمون منهای 2 هست، بیمون هم 0، بنابراین رادیکال 16 تقسیم بر 2 که آر در میاد 2. ما شعاع رو به دست آوردیم. الان باید فاصله مرکز دایره از خط رو به دست بیاریم. فاصله یه نقطه تا یه خط فرمولش این بود: دی مساوی قدر مطلق آ ایک صفر به علاوه بی گرگ صفر به علاوه سی تقسیم بر رادیکال آ دو به علاوه بی دو. ایک صفر و گرگ صفر مختصات همون نقطه است. آ و بی ضریب x و y در معادله خطمون که همه ضرایب و عددا در یک سمت قرار داره هست. x به علاوه y منهای 3 مساوی با 0. این معادله خط به صورت ax به علاوه by به علاوه c هست. آمون 1، بیمون 1، سیمون منهای 3 قرار میدیم. آ ضرب در x 0 یعنی میشه 1 ضرب در 1، به علاوه ب ضرب در y 0 بهمون 1، y 0 مون 0، به علاوه c سیمون منهای 3 به روی رادیکال a2 به علاوه b2 که میشه 2 به روی رادیکال 2، گویاش کنیم میشه 2 رادیکال 2 دوم که میشه رادیکال 2. از اونجایی که d مون که رادیکال 2 هست کوچیکتر از 2 هست، بنابراین خط و دایره متقاطعن، دو نقطه مشترک دارن. تمرین مشابه در موارد دیر وضعیت خط و دایره رو نسبت به هم مشخص کنید. دایره رو x دو به علاوه y دو به علاوه 2 x به علاوه 2 y منهای 1 مساوی با 0 داده معادلش رو، و خط رو x دو به علاوه y مساوی با 1. مختصات مرکز منهای a دوم میشه منفی 2 دوم یعنی منفی 1، منهای b دومش هم میشه منفی 1. بنابراین مختصات مرکز دایره میشه منفی 1 و منفی 1. برای به دست آوردن شعاع منهای 4 ضرب در 3 سیمون منهای 1 هست میشه 4 به علاوه آ دو، آمون 2 هست به علاوه بی دو، بیمون هم 2 هست، بنابراین میشه صورت رادیکال 12 مخرجم 2. رادیکال 12 یعنی 2 رادیکال 3 تقسیم بر 2 و 2 با 2 ساده بشه رادیکال 3 شعاع به دست میاد. برای به دست آوردن فاصله مرکز دایره از خط از فرمول ax0 به علاوه by0 به علاوه c داخل قدر مطلق تقسیم بر رادیکال a2 به علاوه b2 که d در میاد 3 دوم رادیکال 2. از اونجا که 3 دوم رادیکال 2 از رادیکال 3 بزرگتر هست، بنابراین d بزرگتر از r هست، یعنی خط و دایره نقطه مشترک ندارن.
خط دایره رو قطع نکرده. چطور تشخیص دادم سری 3/2 لبدر رادیکال 2 از رادیکال 3 بزرگتر هست؟ 3/2 1.5 هست، رادیکال 2 1.4. 1.5 ضرب در تقریبا 1.5 میشه 2.25 از 1.7 که رادیکال 3 هست بزرگتره. قسمت بم میخوایم وضعیت دایره x منهای 2 به توان 2 به علاوه y به علاوه 3 به توان 2 مساوی با 4 رو خط y مساوی منفی 1 تعیین کنیم. مرکز دایره 2 و منهای 3 هست. معادله خط به صورت استاندارد هست. آلفاش 2ه، بتاش منهای 3 هست. شعاع دایره رادیکال 4 که میشه 2. اگر به صورت تقریبی دایره رو رسم کنم، مرکز 2 منهای 3، شعاعش 2، خط ایگرگ مساوی منفی 1 رو اگر رسم کنم میبینم خط بر دایره ممات شده، یعنی یه نقطه مشترک داره. حالا میتونم اینو به صورت جبری هم نشون بدم. چجوری؟ دی یعنی فاصله مرکز دایره از خط وقتی به دست بیاد برابر هست با 2 که همون شعاع دایره است. ایگ صف به علاوه به ایگرگ صف به علاوه سی، ایگرگ به علاوه 1 مساوی با 0، معادله خطمون هست آمون 0، بیمون 1، سیمون 1. بنابراین میشه 1 ضرب در منفی 3 به علاوه 1 داخل قدر مطلق که میشه 2 تقسیم بر رادیکال A2 به علاوه B2 که میشه 1. بنابراین R با D برابر، خط و دایره نقطه مشترک دارن، یا بگیم خط بر دایره ممات شده. معادله دایره بنویسید که بر خط 3x به علاوه 4y منهای 1 مساوی 0 مماس بوده و مرکز آن 1 و 2 باشد. یه خطی هست 3x به علاوه 4y منهای 1 مساوی با 0. وقتی میگه یه دایره با خط مماس هست یعنی چی؟ یعنی شعاع دایره برابر هست با فاصله مرکز دایره تا اون خط. پس ما دی رو به دست میاریم، یعنی آر رو به دست آوردیم، شعاع دایره رو. مرکز هم که داریم معادله استاندارد رو میتونیم بنویسیم. 3 ضرب در 1 به علاوه 4 ضرب در 2 منهای 1 آیک صفر به علاوه بی گرک صفر به علاوه سی. مخرجم A2 به علاوه B2 دیر رادیکال، یعنی 3 به توان 2 به علاوه 4 به توان 2 که میشه 25، رادیکال 25 میشه 5، 10/5 2 میشه شعاع x منهای 1 به توان 2 به علاوه y منهای 2 به توان 2 مساوی با R2 که میشه 4. مرکز دایره نقطه 2 منهای 3. این دایره روی خط 3x منهای 4y به علاوه 2 مساوی با 0 وتری به طول 6 جدا کرده. معادله این دایره را بنویسید. اینجا ما اگر فاصله مرکز دایره تا خط رو به دست بیاریم، یک ضلع از مثلث قائم الزاویه‌ای که مشاهده میکنیم رو به دست آوردیم. از اونجایی که ارتفاع وارد بر وتر در دایره اونو نصف میکنه، بنابراین ضلع دیگه هم 6/2 یا 3 هست. وقتی دو ضلع مثلث قائم الزاویه داریم، ضلع سوم هم که اینجا وتر هست که همون شعاع دایره است به دست میاد. پس فاصله مرکز تا خط دی رو به دست میاریم که میشه 4. از اونجایی که
ارتفاع وارد بر وتر اونو نصف میکنه، بنابراین اون یکی در مثلث قائم مساوی هم 3 هست. آر 2 مساوی با 4 به توان 2 علاوه 3 به توان 2، آر میشه رادیکال 25 یا 5. معادله این دایره میشه ایکس منهای 2 به توان 2 علاوه ایگرگ منهای 3، یعنی ایگرگ علاوه 3 به توان 2 مساوی با 25. اما دو دایره نسبت به هم وضعیت‌های مختلفی میتونن داشته باشن. اگر نقطه مشترک نداشته باشن یا هم مرکزن یا خارج از هم هستن یا یکی داخل اون یکیه، اما اگر فقط یه نقطه مشترک داشته باشن یا مماس داخلیه یا مماس خارجیه، اگر هم دو نقطه مشترک داشته باشن متقاطعن. پس 6 حالت داره. وقتی که دو دایره بیرون هم باشن متخارج، اگر فاصله بین مرکزها که میگیم خط المرکزین که با دی نشون دادیم اینجا از آر به علاوه آر پرین یعنی مجموعه شعاها بیشتر باشه، دو دایره بیرون همه. اما اگر برابر باشه، یعنی آر به علاوه آر پرین برابر باشه با دی، مماس بیرون هم. اگر خط المرکز این طولش از آر منهای آر پرین بیشتر باشه اما از آر به علاوه آر پرین کمتر باشه، متقاطعن. و اگر برابر باشه با آر منهای آر پرین، مماس درونن. اگر از آر منهای آر پرین هم کوچکتر باشه، متداخلن. اگر هم صفر باشه، هم مرکزن. برای تعیین وضعیت دو دایره نسبت به هم باید طول خط المرکزین رو به دست بیاریم. اگر طول خط المرکزین صفر باشه، دو دایره هم مرکزن. اگر طول خط المرکزین برابر باشه با مجموع شعاها، آنگاه دو دایره مماس بیرون هستن. اگر طول خط المرکزین بیشتر از مجموع شعاها باشد، دو دایره متخارجن. اگر طول خط المرکز این برابر باشه با تفاضل شعاها، دو دایره مماس درونن. اگر طول خط المرکز این بیشتر از تفاضل شعاها و کمتر از مجموع شعاها باشن، دو دایره متقاطعن. اگرم طول خط المرکز این کمتر از تفاضل شعاها باشد، آنگاه دو دایره متداخلن، یعنی یکی داخل دیگری است. گفتیم برای اینکه تعیین کنیم وضعیت دو دایره نسبت به هم به چه صورت هست، باید طول خط المرکز اینو به دست بیاریم. معادله دو تا دایره رو داده، ما میتونیم مرکزها و شعاهاشون رو پیدا کنیم. مرکز دایره ها رو که پیدا کردیم، فاصله دو تا مرکز میشه طول خط المرکزین. میایم از فرمول استفاده میکنیم، منهای آ دوم منهای بی دوم میشه منهای 6 دوم که میشه منفی 3، منهای 8 دوم که میشه منفی 4. منفی 3 و منهای 4 مرکز این دایره است. شعاعش هم به دست بیاریم، برابر هست با رادیکال منفی 4 سی به علاوه آ دو به علاوه بی دو تقسیم بر 2. سیش چنده؟ 0، عدد ثابت نداره تو معادله ضمنی دایره. آش 6، بیش 8، بنابراین میشه رادیکال 6 به توان 2 به علاوه 8 به توان 2، یعنی رادیکال 100 میشه 10 تقسیم بر 2 میشه 5. شاش 5. برای دایره دوم باز باید مرکز رو پیدا کنم که میشه منهای 4 دوم. عرضش هم میشه منهای بی دوم که میشه منهای 6 دوم که میشه منهای 3.
اندازه شعاعش رو بخوام به دست بیارم باز منهای 4C به علاوه A2 به علاوه B2 زیر رادیکال تقسیم بر 2، منهای 4C میشه منهای 48 به علاوه A2 یعنی به علاوه 16 به علاوه B2 به علاوه 36. صورت میشه منهای 48 به علاوه 16 به علاوه 36 زیر رادیکال. 36 و 16 میشه 52، منهای 48 4، رادیکال 4 میشه 2 تقسیم بر 2 میشه 1. الان باید طول خط المرکزه اینو به دست بیارم، یعنی او پریم یا دی. مثل دو نقطه‌ای که در دستگاه مختصات هست، تفاضل طول‌ها به توان 2 به علاوه تفاضل عرض‌ها به توان 2 زیر رادیکال 2 منهای منهای 3 به توان 2 به علاوه منهای 3 منهای منهای 4 که میشه منهای 3 به علاوه 4 به توان 2. بنابراین میشه رادیکال 25 به علاوه 1 رادیکال 26. رادیکال 26 میشه 5 و خورده ای. بنابراین خط المرکزه این طولش از آر به علاوه آر پریم کوچکتره. آر به علاوه آر پریم میشه 5 به علاوه 1 6. از طرفی طول خط المرکزه این از آر منهای آر پریم بیشتره، بنابراین دی بزرگتر از آر منهای آر پریم کوچکتر از آر به علاوه آر پریم، بنابراین دو دایره متقاطعن. اگر در دستگاه محورهای مختصاتم این دو دایره رو رسم کنیم، این وضعیت متقاطع بودن رو میتونیم ببینیم، همچنان که میبینیم. با انجام مراحل زیر معادله دایره ای بنویسید که بر دایره x و بر به y و بر به 2x منهای 4 y منهای 4 مساوی با 0 مماس بیرون و مرکز آن نقطه 2 و منفی 2. اول مختصات نقطه مرکز این دایره‌ای که معادلش رو داده به دست میاریم. برای اینکه مماس بیرون باشه باید طول خط المرکز این برابر بشه با آر به علاوه آر پریم. مختصات مرکزش میشه منفی آ دوم منفی بی دوم. آش دوه بیش منهای چهاره، بنابراین مختصات مرکزش میشه منفی یک و دو. اندازه شعاعش رو به دست میاریم، منهای 4C میشه منهای 4 ضرب در منفی 4 16 به علاوه A2 به علاوه B2 به علاوه 4 به علاوه 16 میشه رادیکال 36. صورت تقسیم بر 2، اندازه شعاعش در میاد 3، مرکزش منفی 1 و 2، اندازه شعاعش 3. برای اینکه این دایره بر دایره‌ای که مرکزش دو منهای دو هست مماس باشه از بیرون، طول خط المرکزین یعنی او پریم باید برابر باشه با آر به علاوه آر پریم. او پریم رو به دست میاریم، دو تا نقطه‌ن فاصله شون از هم در دستگاه محورهای مختصات به دست میاریم، منهای 1 منهای 2 به توان 2 به علاوه 2 منهای منهای 2 که میشه 2 به علاوه 2 به توان 2. بنابراین رادیکال 25 که میشه 5 طول خط المرکز اینه یا طول او پریم. شرط این که دو دایره مماس بیرون باشه این که دی یا او پریم برابر باشه با آر به علاوه آر پریم.
اندازه اون شعاع دایره‌ای که نداریم باید چند باشه؟ 2 که با 3 جمع بشه برابر بشه با 5. مرکز که 2 منهای 2 هست، شعاع هم که 2 هست، معادله استاندارد x منهای 2 به توان 2 به علاوه y به علاوه 2 به توان 2 مساوی با 2 به توان 2 که میشه 4. برای حالت‌های دیر معادله دو دایره را بنویسید. وقتی دو دایره هم مرکز باشن، یعنی آلفا و بتا یکی باشه، x2 به علاوه y2 مساوی با 9، اون یکی رو نوشتم x2 به علاوه y2 مساوی با 25، شعاعشون با هم متفاوته. دو دایره بیرون هم باشن، یعنی مجموع شعاعها کوچکتر باشه از طول خط المرکز این، یکی رو میگیرم x2 به علاوه y2 مساوی با 1، یکی رو خیلی دورتر مرکزش رو میگیرم، شعاعشم جوری میگیرم که طول خط المرکز این بزرگتر باشه از مجموع شعاعهای این دوتا دایره. مثلا x منهای 3 به توان 2 به علاوه y منهای 4 به توان 2 مساوی با 4. خواستیم میتونیم جوابمون رو درستیشو بررسی کنیم. مرکز دایره اول 0 و 0، شعاعش 1. مرکز دایره دومی 3 و 4، اندازه شعاعش رادیکال 4 که میشه 2. او پریم یعنی طول خط المرکزین، 3 منهای 0 به توان 2 9، 4 منهای 0 به توان 2 16، رادیکال 9 به علاوه 16 یعنی رادیکال 25 میشه 5. او پریم 5، آر به علاوه آر پریم 3، یعنی مرکزها دورترن از مجموع اندازه شعاعها، بنابراین دو دایره بیرون همن، متخارجن، نقطه مشترک ندارن. البته اگر هم مرکز باشن و متداخل هم باشن نقطه مشترک ندارن. برای موارد زیر وضعیت دو دایره را نسبت به هم مشخص کنید. مرکز دایره x به علاوه y دو منهای 2x به علاوه 4y مساوی با 0، منهای a دومش میشه 1، منهای b دومش میشه منفی 2، مختصات مرکزش میشه 1 و منهای 2. اندازه شعاعش منهای 4 سی، سیمون 0ه، آ دو به علاوه بی دو یعنی میشه 4 به علاوه 16، رادیکال 20 میشه 2 رادیکال 5، تقسیم بر 2 میشه رادیکال 5 اندازه شعاع. برای دایره دوم آمون 2 هست پس میشه منهای 2 دوم که میشه منهای 1، بیمون منهای 4 هست، منهای بی دوممون میشه 2، منهای 1 و 2 میشه مرکزش، سیمون 0 هست، آ دو به علاوه بی دوش 4 به علاوه 16، رادیکالش میشه 2 رادیکال 5 تقسیم بر 2 میشه رادیکال 5. اندازه شعاعش با اندازه شعاع اون یکی دایره برابره. او پریم طول خط المرکز اینو حساب میکنیم، میشه منفی 1 منهای 1 به توان 2 که میشه 4، 2 منهای منهای 2 به توان 2 میشه 16، رادیکال 20 میشه 2 رادیکال 5. او پریم شد 2 رادیکال 5، یعنی برابر هست با آر به علاوه آر پریم. وقتی طول خط المرکز این برابر باشه با مجموع شعاعها، یعنی دو دایره مماس بیرونن که آر به علاوه آر پریم شده او پریم. قسمت ب، معادله خط به صورت استاندارد، مرکزش میشه منفی 1 و 2، اندازه شعاعش هم میشه 1. اون یکی دایره منهای آ دومش میشه 1، منهای بی دومش میشه منفی 2، 1 و منهای 2 مرکز، اندازه شعاع منهای 4 سی میشه منهای 4 به علاوه آ دو به علاوه بی دوش میشه به علاوه 4 به علاوه 16، صورت میشه رادیکال 16 که میشه 4 تقسیم بر 2 2. از اونجایی که باید طول خط مرکز اینو به دست بیاریم، بنابراین تفاضل طولهای مرکزهای دایره به توان 2 به علاوه تفاضل عرضهاشون به توان 2 دیر رادیکال که میشه رادیکال 20 2 رادیکال 5.
دو رادیکال 5 یعنی 2 ضرب در 2 دو دهم که میشه 4 و 4 دهم. اما مجموع شعاها یعنی آر به علاوه آر پریم میشه 3. پس طول خط مرکزی این بزرگتر از مجموع شعاها. بنابراین دو دایره بیرون از هم هستن، متخارجه. تمرین های این بخش: در هر دایره مختصات مرکز دایره اندازه شعاع رو پیدا کنیم، محل تقاطع هر دایره با محورهای مختصات در صورت وجود مشخص کنیم، درستی پاسخ را به کمک رسم دایره بررسی کنید. ما معادله رو به صورت زمینی در قسمت الف داریم، از طریق فرمول منفی آ دوم آمون منهای 6 هست، منفی آ دوم میشه 3، بیمون 2 هست، منفی بی دوم میشه منفی 1. اندازه شعاع منهای 4 سی، سیمون 1 هست، منهای 4 سی میشه منهای 4، آ دو به علاوه بی دو هم میشه 36 به علاوه 4. صورت میشه رادیکال 36 که میشه 6 تقسیم بر 2 میشه 3، اندازه شعاع میشه 3. البته وقتی میگه پاسخ خود را با رسم بررسی کنید، باید رسم دقیق باشه، با پرگار رسم کنید. محل تلاقی با محور ایگرگا، باید ایکس رو بذاریم 0، قرار میدیم ایکس و 0 میشه ایگرگ 2 به علاوه 2 ایگرگ به علاوه 1 مساوی با 0، ایگرگ به علاوه 1 به توان 2 مساوی با 0، ایگرگ در میاد منفی 1. از طریق رسم هم میبینیم دایره ای که رسم بشه به این مرکز و شعاع 3 با محور عرضها در یه نقطه مشترک مماسه بر محور عرضها در ایگرگ مساوی منفی 1. برای اینکه محل تلاقی با محور ایکس رو به دست بیاریم، باید به جای ایگرگ بذاریم 0، میشه ایکس 2 منهای 6 ایکس به علاوه 1 مساوی با 0. این معادله رو از طریق دلتا حل میکنیم. x برابر هست با منفی b به علاوه منهای رادیکال b2 منهای 4 ac تقسیم بر 2a. منهای b میشه منهای منهای 6، این میشه 6. دلتامون هم هست بی دو منهای 4 آسی، یعنی میشه 36 منهای 4. آمون هم 1 هست، بنابراین مخرج 2 آ میشه 2. صورت رو ساده میکنم، میشه 6 به علاوه منهای رادیکال 32 تقسیم بر 2، 6 تقسیم بر 2 میشه 3، رادیکال 32 میشه رادیکال 16 ضرب در رادیکال 2، 4 رادیکال 2 تقسیم بر 2 میشه 2 رادیکال 2. بنابراین x میشه 3 به علاوه 2 رادیکال 2، 3 منهای 2 رادیکال 2، که اگر رادیکال 2 رو 1 و 14 هم در نظر بگیرم 3 به علاوه 2 18 هم میشه 5 و 18 هم، 3 منهای 2 18 هم میشه 2 10 هم. بنابراین نقطه هایی که قطع کرده محور ایکس رو 2 دهم و 0، 5 و 8 دهم و 0. این مختصات نقاطی است که محور ایکس رو قطع کرده. در قسمت B معادله دایره رو به صورت استاندارد داده، آلفا 0، بنابراین طول مرکزمون 0 است. بتا منهای 3 هست، مختصات مرکز 0 و منهای 3. منهای 4 میره سمت راست میشه 4، رادیکال 4 2، شعاع میشه 2. اگر دایره رو رسم کنیم میتونیم از طریق رسمم محل تلاقی با محور ایگرگا رو پیدا کنیم که منهای 1 هست، یه نقطه
دو تا هم از منهای 3 بیایم پایین، 0 و منهای 5 نقطه دیگه، اما میتونیم از طریق جبری هم به دست بیاریم. اما با محور ایکس ها نقطه تلاقی نداره، که از طریق جبری هم میتونیم برسیم به این که معادله ای که تشکیل میشه جواب نداره. به جای ایگرگ بداریم 0 ایکس 2 به علاوه 9 منهای 4 مساوی با 0 ایکس 2 مساوی با منهای 5 جواب نداره. بنابراین دایرمون محور ایکس ها رو قطع نکرده. اگرم به جای ایکس بذاریم 0، محل تلاقی با محور ایگرگا به دست میاد. 0 به توان 2 0، ایگرگ به علاوه 3 به توان 2، منهای 4 مساوی با 0 میشه ایگرگ به علاوه 3 مساوی مثبت و منفی 2، ایگرگ یه جواب در میاد. منهای 1 یه جواب در میاد، منهای 5 0 و منهای 1 و 0 و منهای 5 مختصات A و B محل تلاقی با محور ایرگا. در حالتهای زیر معادله دایره را بنویسید. الف دایره ای که از مبدأ مختصات بگذرد و مرکز آن C به مختصات 2 و منفی 1 باشد. یعنی چی؟ یعنی فاصله مبدأ تا مرکز شعاع شکلش اگر رسم کنیم مشخص میشه. دایره مرکزش رو داده 2 منهای 1 که میتونیم اوپریم یا همین سی که داده بگیریم. از مبدأ گذشته، بنابراین مبدأ روی محیط این دایره قرار داره، بنابراین فاصله تا مرکز دایره برابر هست با شعاع دایره. پس اندازه شعاع برابر هست با فاصله مرکز دایره تا مبدأ که میشه 2 منهای 0 به توان 2 به علاوه منفی 1 منهای 0 به توان 2 که میشه رادیکال 5. مرکز رو داریم، اندازه شعاع هم داریم، معادله رو میتونیم بنویسیم. x منهای 2 به توان 2 به علاوه y منهای 1 که میشه y به علاوه 1 به توان 2 مساوی با رادیکال 5 به توان 2 که میشه 5. در قسمت B گفته دایره ای که مرکز آن نقطه 2 و 3 و نقطه منهای 3 و منهای 9 نقطه روی آن باشد. شبیه قسمت الف، چون نقطه منهای 3 و منهای 9 روی دایره قرار داره، بنابراین فاصلش از مرکز برابر هست با شعاع دایره. او رو گرفتم مرکز دایره، آ منهای 3 و منهای 9، 2 منهای منهای 3 به توان 2 که میشه 25، 3 منهای منهای 9 میشه 3 به علاوه 9 به توان 2 میشه 144، 144 و 25 169، جدرش میشه 13. بنابراین شعاع رو داریم، مرکز هم داریم. معادله دایره به صورت استاندارد میشه x منهای 2 به توان 2 علاوه y منهای 3 به توان 2 مساوی با 13 به توان 2. قسمت P دایره ای که نقاط 0 و 3 و منهای 4 و منهای 1 دو سر یکی از قطرهای آن باشد. وقتی ما مختصات دو سر قطر رو داریم، برای اینکه مرکز رو پیدا کنیم باید مختصات وسط این پاره خط رو پیدا کنیم. ایکس آ به علاوه ایکس ب تقسیم بر 2 میشه طول مرکز، ایگرگ آ به علاوه ایگرگ ب تقسیم بر 2 میشه عرض مرکز. صفر منهای 4 تقسیم بر 2 میشه منفی 2، 3 منهای 1 2 تقسیم بر 2 میشه 1. بنابراین مختصات مرکز میشه منفی 2 و 1.
اما برای اینکه شعاع رو به دست بیاریم، طول آب رو به دست بیاریم، تقسیم بر دو کنیم، شعاع به دست میاد. آب قطر دیگه، طول آب مثل دو نقطه‌ای که در صفحه مختصات وجود داره، منهای 4 منهای 0 به توان 2 به علاوه منهای 1 منهای 3 به توان 2 زیر رادیکال که میشه رادیکال 16 به علاوه 16 که میشه رادیکال 32 تقسیم بر 2. رادیکال 32 4 رادیکال 2 میشه، تقسیم بر 2 میشه 2 رادیکال 2. بنابراین شعاع میشه 2 رادیکال 2 که به توان 2 برسه میشه 8. مختصات مرکز هم داریم، x منهای آلفا میشه x منهای منهای 2، یعنی x به علاوه 2 به توان 2 به علاوه y منهای 1 به توان 2 مساوی با 2 رادیکال 2 به توان 2 که میشه 8. سوال بعدی گفته وضعیت نقاط 1 و 0، 0 و منهای 1، منهای 1 و منهای 2 و 0 و 0 را نسبت به دایره x2 به علاوه y2 منهای 2x به علاوه 4y به علاوه 1 مساوی با 0 مشخص کنید. برای پیدا کردن وضعیت نقطه نسبت به دایره، فاصله نقطه رو از مرکز دایره پیدا میکنیم اگر برابر بود با شعاع روی دایره، اگه کمتر بود داخل دایره، اگه بیشتر بود خارج از دایره. اول پس مرکز دایره رو پیدا میکنیم، منهای آ دوم منهای بی دوم که میشه منفی منفی دو، دوم که میشه مثبت یک، منفی بی دومش هم میشه منفی چهار، دوم منفی دو، یک و منهای دو میشه مرکز. حالا میخواییم ببینیم نقطه آ که مختصاتش 1 و 0 هست وضعیتش نسبت به این دایره چیه. شعاع دایره هم اندازش رو باید پیدا کنیم، منهای 4 سی به علاوه آ دو به علاوه بی دو زیر رادیکال تقسیم بر دو. سیمون 1 منهای 4 سی میشه منهای 4، آمون منهای 2 به توان 2 میشه 4، بیمون 4 به توان 2 میشه 16، صورت میشه رادیکال 16 که 4 تقسیم بر 2 میشه 2. شعاع اندازش 2ه. او آ یعنی فاصله مرکز دایره تا نقطه آ میشه 1 منهای 1 به توان 2 که میشه 0 به علاوه منفی 2 منهای 0 به توان 2 که میشه 4، رادیکال 4 هم میشه 2. اندازه شعاع برابر شد با فاصله آ تا مرکز این دایره، بنابراین نقطه آ روی دایره قرار داره. تعریف دایره هم همینه دیگه، مجموع نقاطی از صفحه که فاصله شون از نقطه ثابت برابر هست با مقدار ثابتی. فاصله آ تا مرکز 2ه، بنابراین روی محیط دایره قرار داره. برای نقطه B، او بی رو حساب میکنیم، صفر منهای 1 به توان 2 به علاوه منفی 2 منهای منهای 1 به توان 2 که میشه رادیکال 2. رادیکال 2 تقریبا 1 و 4 دهمه. بنابراین چون فاصله بی از مرکز دایره کمتر از شعاع هست، بنابراین داخل دایره قرار داره. وضعیت نقطه سی، او سی رو حساب میکنیم، میشه یک منهای منهای یک که میشه یک به علاوه یک به توان دو به علاوه منهای دو منهای منهای دو که میشه منهای دو به علاوه دو، صفر به توان دو که میشه دو. بعد فاصله نقطه تا مرکز برابر هست با شعاع، بنابراین نقطه سی روی دایره قرار داره. وقتی میگیم روی دایره یعنی روی محیط دایره. وضعیت نقطه دی نسبت به دایره او دی رو حساب میکنیم،
یک منهای صفر بتوان دو به علاوه یه منهای دو منهای صفر بتوان دو. رادیکال 5 تقریبا 2.2 برابر این فاصله از مرکز بیشتر هست از شعاع، نقطه دی خارج از دایره است. تو این تمرین گفته شهرداری قصد داره در یک فضای سبز دایره شکل به شعاع 1300 متر دو مسیر پیاده رو ایجاد کنه مطابق شکل. مختصات مرکز این دایره رو داده 13 و 13، هر واحد هم برابر با 100 متر تو این صفحه شطرنجی. معادل این دایره شعاع رو داریم، مرکز هم مختصاتش رو داریم، x منهای 13 به توان 2 به علاوه y منهای 13 به توان 2 مساوی با 13 به توان 2. قسمت به گفته مختصات نقاط برخورد دو مسیر را با دایره پیدا کنید. مختصات مرکز رو داریم، نقطه B انتهای قطر دایره است. 13 به علاوه 13 میشه 26، 26 و 13 میشه مختصات B. اگر از مرکز 13 تا هم بیاییم عقب میرسیم به نقطه آ. مختصات آ 0 و 13 عرضش همون عرض مرکزه. اما از طریق جبری هم میتونیم به دست بیاریم. به چه صورت؟ معادله خط AB Y مساوی با 13 چون خطی موازی محور طول ها از مرکز هم عبور کرده، ایگرگ مساوی با 13. به جای ایگرگ میذارم 13، توی معادله دایره ایکس به دست میاد، ایکس منهای 13 به توان 2 مساوی با 13 به توان 2، یه جواب در میاد 0 که همون طول نقطه آ هست، یه جواب در میاد 26 که طول نقطه B هست. 0 و 13 مختصات آ، 26 و 0 مختصات B. برای پیدا کردن مختصات C و D باید به جای X بذارم 5. معادله خطی که CD شاملش هست X مساوی با 18 هست. اون 800 متر نشون میده که فاصله مرکز تا خط CD 500 متره. مختصات مرکز هم داریم 13 و 13، 5 تا به طولش اضافه کنیم میشه 18. بنابراین معادله CD هست X مساوی با 18. اگه به جای X بذارم 18 در معادله دایره، Y نقاط C و D به دست میاد، 18 منهای 13 به توان 2 میشه 25 به علاوه ایگره منهای 13 به توان 2 مساوی با 13 به توان 2. ایگره منهای 13 به توان 2 مساوی با 144 از دو طرف جذر میگیرم، ایگره منهای 13 مساوی مثبت و منفی 12، یه جواب در میاد 25، یه جواب در میاد 1. مختصات C هست 18 و 25، مختصات دی هست 18 و 1. قسمت P گفته دو مسیر در چه نقطه ای با یکدیگر متقاطعن. مثلا اسمشو بذاریم F، 5 تا به طولش اضافه بشه 18، عرضش هم همونه 18 و 13. طول مسیر عمودی چقدر است؟ یعنی CD طولش چقدره؟ میتونیم ببینیم که میشه طولش 24. از طریق فرمول فاصله بین دو نقطه هم به 24 میرسیم.
معادله گسترده یک دایره به شکل x2 به علاوه y2 به علاوه 2x به علاوه 2y منهای 8 مساوی با 0 مختصات مرکز دایره و اندازه شعاع آن را پیدا کنید و معادله آن را به شکل استاندارد بنویسید. من این رو از طریق مربع کردن به استاندارد تبدیلش کردم. x2 به علاوه 2x داشتم، یه 1 اضافه کردم، یه 1 کم کردم. y2 به علاوه 2y داشتم، یه 1 اضافه کردم، یه 1 کم کردم، شد x به علاوه 1 به توان 2 به علاوه y به علاوه 1 به توان 2. اعداد بردم اون طرف شد 10. مرکز مختصاتش میشه منفی 1 و منفی 1، آرم میشه رادیکال 10. اما میتونم از طریق فرمولی هم مختصات مرکز دایره و اندازه شعاع رو پیدا کنم. منهای آ دوم و منهای بی دوم. آمون 2 هست، منهای آ دوم میشه منفی 1، بیمون هم 2 هست، منهای بی دوم هم میشه منفی 1. اندازه شعاع منهای 4 سی مون منهای 8 هست، منهای 4 ضرب داره منهای 8 میشه 32 به علاوه آ 2 به علاوه بی 2 به علاوه 4 به علاوه 4 تقسیم بر 2 میشه رادیکال 40 تقسیم بر 2. رادیکال 40 یعنی رادیکال 4 ضرب داره رادیکال 10. 2 رادیکال 10 تقسیم بر 2 میشه رادیکال 10. بعض خطهای زیر را نسبت به دایره مشخص کنید. برای پیدا کردن وضعیت یک خط نسبت به دایره باید فاصله مرکز دایره تا اون خط پیدا کنید که اگر برابر باشه با شعاع دایره میگیم خط و دایره مماس، اگر کمتر باشه متقاطع، اگر بیشتر باشه خط و دایره نقطه مشترک ندارن. برای اینکه فاصله مرکز دایره رو تا خط پیدا کنیم باید مرکز دایره رو پیدا کنیم. برای اینکه مقایسه کنیم فاصله مرکز دایره تا خط و با شعاع، شعاع دایره هم باید پیدا کنیم. پس وقتی معادله دایره رو به ما دادن و خط رو دادن، اول از همه مرکز و شعاع دایره رو پیدا میکنیم، بعد با استفاده از فرمول قدر مطلق ax صفر به علاوه b y صفر به علاوه c به روی رادیکال a2 به علاوه b2 فاصله مرکز رو از خط پیدا میکنیم. منهای a2 بوم میشه منهای 4 میشه مثبت 4 تقسیم بر 2 2. منهای b2 بوم منهای 4 میشه مثبت 4 تقسیم بر 2 2. مختصات مرکز 2 2 هست. اندازه شعاع منهای 4 سی یعنی میشه منهای 4 ضرب در 7 به علاوه آ 2 به علاوه بی 2 زیر رادیکال. زیر رادیکال رو ساده کنم، 32 منهای 28 میشه 4، رادیکال 4 میشه 2 تقسیم بر 2 میشه 1. شعاع اندازش در اومد 1. حالا باید فاصله مرکز دایره رو از خط 6x به علاوه 4y مساوی با 0 به دست بیارم. آمون 6 هست، b ضریب y 4 هست، c 0. ax 0 میشه 6 ضرب در 2 به ایگرگ 0 میشه 4 ضرب در 2، سیمون هم که 0 هست به روی رادیکال آ 2 به علاوه بی 2. 6 به توان 2 به علاوه 4 به توان 2 صورت میشه 20، مخرج میشه رادیکال 52. 52 رو می نویسم 4 ضرب در 13 تا بتونم ساده کنم. از زیر رادیکال تا اونجایی که میشه عدد بیرون بیارم، مخرج میشه 2 رادیکال 13. صورت مخرج رو به 2 ساده کنیم میشه 10 به روی رادیکال 13.
اگر رادیکال 13 رو 3 و خورده ای در نظر بگیریم، 10 به روی 3 و خورده ای میشه 3 و خورده ای. بنابراین از 1 که اندازه شعاع هست بیشتر، فاصله مرکز از خط از شعاع بیشتره، بنابراین خط و دایره نقطه مشترک ندارن. قسمت ب به همین صورت، مرکز 0 و 0 هست، اندازه شعاع رادیکال 2، معادله خط رو به صورتی که AX به علاوه به Y به علاوه C هست در میاریم که میشه Y به علاوه X به علاوه 2 مساوی با 0. A مون 1، B مون 1، C مون 2. فاصله مرکز دایره از خط از این فرمول استفاده می کنیم. x0 و y0 همون x و y مرکز دایره است. میشه قدر مستقیم 1 ضرب در 0 به علاوه 1 ضرب در 0 به علاوه 1 سیمون 2. به روی رادیکال a2 به علاوه b2 یعنی 1 به علاوه 1. دو به روی رادیکال دو رو گویا کنم میشه دو رادیکال دو دوم، ساده کنم میشه رادیکال دو. رادیکال دو 1.4، اندازه شعاع هم رادیکال دوه، بنابراین فاصله مرکز دایره تا خط برابر شد با شعاع، بنابراین خط بر دایره مماسه. خط و دایره نقطه مشترک دارن. این فرمولا رو باید حفظ باشید. فاصله یه نقطه از خط قدر مطلق AX0 به علاوه BY0 به علاوه BC به روی رادیکال A2 به علاوه B2. تمرین بعد گفته اگه بدانیم خط L در نقطه 3 و 4 بر دایره‌ای به مرکز مبدأ مختصات مماس است، معادله خط مماس چیست؟ میدونیم شعاع در نقطه مماس بر خط مماس عموده، یعنی اگر ما شیب خط او آ رو به دست بیاریم قرینه و معکوسش کنیم شیب خط ال رو به دست آوردیم. یه نقطه از خط ال هم که آ هست داریم، میتونیم معادلش رو بنویسیم. پس ابتدا شیب خط او آ یا خط دی رو به دست میاریم. شیب چجوری به دست می اومد؟ y2 منهای y1 تقسیم بر x2 منهای x1، ya منهای yo تقسیم بر xa منهای xo میشه 4/3. اگر یه خط بر خط دیگه عمود باشه شیباشون رو در هم ضرب کنیم میشه منفی 1. md ضرب در ml مساوی منفی 1، md رو داریم 4/3، ml همون شیب خطی است که میخواییم معادلش رو بنویسیم، مساوی قرار میدیم با منفی 1، ML در میاد منفی 3/4. با داشتن شیب و یه نقطه از خط میتونیم معادله اون خط رو بنویسیم. از فرمول Y منهای Y1 مساوی M در X منهای X1، M شیب خط، X1 و Y1 مختصات اون نقطه از خطه. مختصات آ رو قرار میدیم میشه ایگرگ منهای 4، به جای ام قرار میدیم منهای 3/4 ضرب در ایکس منهای 3. سادش میکنم میشه ایگرگ مساوی منفی 3/4 ایکس منهای 3/4 ضرب در منهای 3 میشه 9/4. منهای 4 هم میارم سمت راز با 9/4 جمع میکنم، مخرج مشترک میگیرم میشه y مساوی منفی 3/4 x به علاوه 25/4. اگر دو طرف رو در 4 ضرب کنم از حالت کسری هم میتونم در بیارم، 4y مساوی میشه با منهای 3x به علاوه 25، 4y به علاوه 3x مساوی با 25، که اگر به جای x بذارم 0
ایگرگ 25/4 عرض از مبنا به دست میاد. اگه به جای ایگرگ بدارم صفر، جایی که محور ایکس رو قطع کرده، بیست و پنج سوم به دست میاد. معادله دایره ای را بنویسید که مرکز آن نقطه 0 و 3 و بر خط 3 ایکس منهای 4 ایگرگ مساوی با 3 مماس باشد. شکلی که میتونیم برای این مسئله رسم کنیم به این صورت: یه دایره یه خط بر اون مماس شده، مرکز دایره رو داریم، معادله خط رو داریم، میخوایم معادله دایره رو بنویسیم. پس شعاشو باید به دست بیاریم. شعا برای این دایره میتونه مساوی قرار بگیره با فاصله مرکز دایره تا خط، چون خط و دایره یه نقطه مشترک دارن. خط بر دایره مماسه. 3x منهای 4 y منهای 3 مساوی با 0، a میشه 3، b میشه منفی 4، c میشه منهای 3. دارم فاصله مرکز دایره رو از خط به دست میارم که شعای دایره هم هست. ax 0 میشه 3 ضرب در 0 به علاوه by 0 منهای 4 ضرب در 3 به علاوه c به علاوه منهای 3 صورت میشه 15، مخرج میشه رادیکال A2 به علاوه B2 که میشه رادیکال 25 که میشه 5، 15 پنجم. شعا در میاد 3. شعا رو داریم، مختصات مرکز هم داریم، معادله خط میشه X2 به علاوه Y منهای 3 به توان 2 مساوی با 3 به توان 2 که 9 هست. مشخص کنید در حالت‌های زیر دو دایره نسبت به هم چه وضعی دارند. برای اینکه وضعیت دو دایره را نسبت به هم پیدا کنیم، باید طول خط طول مرکزین با مجموع شعاها یا تفاضل شعاها مقایسه بشه. برای اینکه طول خط طول مرکزین رو به دست بیاریم، باید مرکز دو دایره را به دست بیاریم. منهای آ دوم، منهای بی دوم، یک و منهای دو میشه مرکز این دایره. اندازه شعاش هم باید به دست بیاریم. منهای چهار سی، سیمون منهای چهار چهار باید بیاد سمت چپ. معادله به صورت استاندارد باشه، معادله استاندارد زمینی، همه متغیرها و اعداد یه طرفن، طرف دیگه صفره. میشه رادیکال 16 به علاوه A2 به علاوه B2 که میشه رادیکال 36 که میشه 6 تقسیم بر 2 میشه 3. شعاع دایرمون 3 هست. برای دایره دیگه قسمت الف مرکز رو پیدا میکنیم. آش دو هست، منهای آ دومش میشه منهای دو دوم میشه منهای یک، بیش منهای چار هست، منهای بی دومش میشه دو، بنابراین مختصات مرکز میشه منهای یک و دو. اندازه شعا میشه رادیکال منفی چهار سی، سیمون چنده؟ نه. بیاد سمت چپ میشه منفی نه، بنابراین منهای 4 سی میشه 36 به علاوه A2 به علاوه B2 به علاوه 4 به علاوه 16. صورت میشه رادیکال 56 مخرج 2. 56 رو میتونیم بگیم 4 ضرب در 14. تا اونجا که میتونیم عبارات رادیکالی رو طوری می نویسیم که زیر رادیکال اعداد کوچکتری قرار بگیره. اگه به جای 56 بنویسم 4 ضرب در 14، رادیکال 4 میشه 2، 14 زیر رادیکال میمونه، بنابراین صورت میشه 2 رادیکال 14 مخرج 2، 2 با 2 ساده میشه، بنابراین آرپیریم اندازه شعاع دایره دومو میشه رادیکال 14.
الان باید طول خط المرکزین یا فاصله مرکزهای این دو دایره رو به دست بیارم، بعد مقایسه کنم با آر به علاوه آر پریم و آر منهای آر پریم، ببینم کدوم یکی از اون 6 تا حالت هست. او پریم میشه منهای 1 منهای 1 به توان 2 به علاوه 2 منهای منهای 2 که میشه 2 به علاوه 2 به توان 2، میشه رادیکال 4 به علاوه 16 یعنی رادیکال 20 یا 2 رادیکال 5. 2 رادیکال 5 میشه 2 ضرب در 2 2 دهم تقریبا، یعنی 4 و 4 دهم. اگر رادیکال 14 رو بگیرم 3 و خورده ای، مجموع شاها یعنی آر به علاوه آر پریم میشه 3 به علاوه 3 و خورده ای 6 و خورده ای که بزرگتر هست از او او پریم 4 و 14 هم. اما او او پریم بزرگتر هست از آر منهای آر پریم و وقتی که اندازه خط المرکزین از تفاضل شعاع بیشتر اما از مجموع شعاع کمتر باشه، دو دایره متقاطعن، دو نقطه مشترک دارن. قسمت ب، معادله دایره ها به صورت استاندارد داده شده، مرکز ها به دست میان. برای دایره اول دو و منهای 3 مرکزه، اندازه شعاع رادیکال 7. برای دایره دوم هم مرکز 0 و 5، اندازه شعاع رادیکال 5. او او پریمش 2 منهای 0 به توان 2 4، منهای 3 منهای 5 به توان 2 64، 64 و 4 میشه 68، رادیکال 68 میشه 8 خورده ای که از مجموع شعاعها بیشتره و وقتی که طول خط المرکزین از مجموع شعاعها بیشتر باشه، دو دایره بیرون از هم هستن، متخارجن. و سوال آخر، معادله دایره‌ای بنویسید که مرکز آن منفی 1 و منفی 1 و با دایره x2 به علاوه y2 منهای 4x منهای 6y مساوی با 3 مماس درون باشد. مماس بیرون به این صورت هست که طول خط المرکزین برابر هست با r به علاوه r پریم. مماس درون طول خط المرکزین برابر هست با r منهای r پریم. یعنی ما یه دایره داریم، میخوایم یه دایره دیگه داشته باشیم که یا کوچکترش باشه داخلش مماس درونی بشه، یا بزرگترش باشه این دایره‌ای که داریم داخلش بیفته مماس باشه بهش. فاصله خط المرکزین باید برابر باشه با قدر مطلق آر منهای آر پریم. چرا وقتی که دایره ها مماس درون هستن طول خط المرکزین یعنی فاصله مرکز ها برابر هست با آر منهای آر پریم؟ شکلش به این صورته. شعاع دایره کوچیک اگه بگیرم آر پریم، شعاع دایره بزرگ رو بگیرم آر، مشخص روی شکل آر منهای آر پریم برابر هست با دی. دی همون او او پریم خط المرکزینه. اما برای چی میگید داخل قدر مطلق گذاشتیم؟ مگه آر بزرگتر از آر پریم نیست؟ توی مسائل که شکل نداره
ما شعاع دایره بزرگ و کوچیک رو نمیدونیم کدومه، برای همین از قدر مطلق استفاده میکنیم. ابتدا مرکز این دایره‌ای که داریم رو پیدا میکنیم، منهای آ دومش میشه دو، منهای بی دومش میشه سه، بنابراین مختصات مرکز میشه دو و سه. اندازه شعاعش هم به دست میاریم، رادیکال منهای چهار، سی به علاوه آ دو به علاوه بی دو تقسیم بر دو. سیمون منهای سه هست، سه از سمت راست میاد سمت چپ، علامتش منفی میشه. بنابراین میشه 12 به علاوه 16 به علاوه 36 که میشه 64. رادیکال 64 میشه 8، تقسیم بر 2 میشه 4. اندازه شعاع این دایره 4. طول خط المرکز اینم میتونم به دست بیارم، با داشتن مختصات او و او پریم. او پریم برابر هست با رادیکال. منهای یک منهای دو به توان دو به علاوه منهای یک منهای سه به توان دو که میشه رادیکال 25 که میشه 5. قدر مطلق 4 منهای آر پریم مساوی با 5. 4 منهای آر پریم مساوی مثبت و منفی 5 که از اینجا یه جواب منفی 1 به دست میاد که غیر قابل قبوله، یه جواب 9 به دست میاد که همون شعاع دایره ایست که مورد نظر ما هست. مرکز رو داریم، اندازه شعاع هم داریم، میتونیم معادله دایره رو به صورت استاندارد بنویسیم. x به علاوه 1 به توان 2 به علاوه y به علاوه 1 به توان 2 مساوی با 9 به توان 2 که همون 81 هست. متشکرم، خدا نگهدار.